برترین آبشخور فردوسی در سرودن شاهنامه که در دیباچه این نامه نامی گرامی از آن سخن گفته است، نوشته ای دفتری بوده است به زبان پهلوی که در این زبان خواتای نامک خوانده می شده است. برابر پارسی آن خدای نامه است. خدای در کاربرد و معنای کهن واژه به کار برده شده است که پادشاه یا سرور است. خدای نامه به شاهنامه دگرگونی یافته است. در متن‌های کهن‌تر پارسی دری خداوند در معنی پادشاه و سرور و بزرگ و رد و از این گونه نیز به کار می‌رفته است. اما در پارسی کنونی کمابیش می‌توان گفت که در معنای نو خود به کار می رود که نامی است برای آفریدگار. داستان خدای نامه پهلوی که گفتیم برترین بنیادین ترین آبشخور فردوسی بوده است، برگردانی است از آن که به فرمان محمد عبدالرزاق سپه سالار توس با تلاش و پایمردی دستور دانای او بومنصور معمری به پارسی برگردانیده می شود از پهلوی. پس از این که خدای نامه به پارسی، به نوشتار و نثر پارسی برگردانده می شود، داستانگویانی را از شهرهای گوناگون ایران که آوازه داشتند به این که داستانهای کهن را در یاد و در سینه نهفته و اندوخته می دارند، به توس فرا می خوانند. آنان داستانهایی را که در شاهنامه بومنصوری نبوده است بر زبان می رانند و به نوشتار در می آید و به این شاهنامه افزوده. بر پایه تراداد، داستانی که از دیر زمان باز گفته و نوشته شده است، خدای نامه پهلوی در زمان یزدگرد شهریار و پسین پادشاه ساسانی فراهم آورده می شود. به فرمان او دانایی فرزانه ای ایرانی که نام او را نمی دانیم، او را به درستی نمی شناسیم، در داستان از او با نام دانشور دهگان سخن رفته است، این کار بزرگ را سامان می دهد و به سرانجام می رساند. بدین گونه خواتای نامک پهلوی پدید می آید. دیباچه این شاهنامه، شاهنامه بومنصوری، خوشبختانه بر جای مانده است. این سرگذشت خواستگاه شاهنامه فردوسی است. استاد در شاهنامه از این آبشخور بارها یاد کرده است، در ریختهای مانند نامه خسروان، نامه باستان، از این گونه.